جایی که خرچنگ ها آواز می نوشته دیلیا او ترجمه ترجمه آرتمیس مسعودی با صدای هلیا مقصودی قسمت دوم فصل چهارده الیاف قرمز 1969 گرمای خفقان آور صبح را چنان مهالود کرده بود که نه دریا دیده میشد و نه آسمان. جو از کلانتری بیرون آمد و ادرا را دید که از وانت گشتزنی پیاده می شود. بیا کلانتر اینهاش بازم از آزمایشگاه در مورد چیس اندروز مدرک آوردم. داغ داقه. داقه. به طرف درخت بلوط بزرگی راه افتاد که ریشه های کوهن آن مانند مشت هایی بود که روی خاک برهن فرود آمده بودند. کلانتر همونطور که با سر و صدا بلوط میخورد پشت سرش رفت. در سایه رو به نسیم دریا ایستادند. او با صدای بلند خواند. کوفتگی بدن، جراحات داخلی که بیانگر سقوط از ارتفاع زیاده. سرش خورده به اون تیر. نمونه های خون و مو با مال اون مطابقت میکنه که باعث کوفتگی شدید و آسیب به لب خلفی شده. اما علت مرگ نبوده. دیدی؟ همون جایی که ما پیداش کردیم مرده بود. نیاورده بودنش اونجا. خون و مویی که روی تیر افقی بود اینو ثابت میکنه. علت مرگ ضربه ناگهانی به لبهای پس سری و آهیانی قشر خلفی مخ و شکستگی ستون فقرات به خاطر سقوط از برج. پس یک کسی تمام رد پاها و اثر انگشتا رو از بین برده. بازم چیزی هست؟ اینو گوش کن. روی کاپشنش تعداد زیادی الیاف پیدا کردن. الیاف پشمی قرمزی که متعلق به هیچ کدوم از لباساش نبوده. نمونه ها پیوست شده. کلانتر کیسه پلاستیکی کوچک را تکان داد. هر دو مرد به دقت به رشته های نخ قرمز در هم و بر همی که مانند تار انکبوت به پلاستیک چسبیده بود نگاه کردند. جو گفت میگه پشمیه. میتونه مال ژاکت شال گردن یا کلاه باشه. بلوز، دامن، جوراب، شنل، لعنتی. میتونه هر چیزی باشه. اون وقت ما مجبوریم بفهمیم چیه. فصل پانزده بازی 1960 ظهر روز بعد کیا در حالی که دستهایش را روی گونههایش گذاشته بود در حالی که تقریبا دعا می کرد، آهسته به کنده نزدیک شد اما روی کنده هیچ پری نبود لبهایش جمع شدند معلومه من باید واسش یه چیزی بذارم. داخل جیبش پر دوم یک عقاب سرسفید جوان بود که آن را همان روز صبح پیدا کرده بود. فقط کسی که پرنده ها را به خوبی می شناخت می دانست این پر رگ دار در هم و بر هم به یک عقاب تعلق دارد. عقاب سه ساله که هنوز کاکل نداشته است. این پر به اندازه پر دم یک پرنده استوایی ارزشمند نبود. اما چیز دوست داشتنی بود. کیا آن را به دقت روی کنده قرار داد و یک سنگ کوچک رویش گذاشت که باد آن را نبرد. آن شب روی رخت خوابش دراز کشید و در حالی که لبخند کوچکی به لب داشت دستهایش را زیر سرش گذاشت. خانوادهش او را رها کرده بودند که به تنهایی در یک مرداب زندگی کند. اما کسی بود که خودش می آمد و در جنگل برای او هدیه می گذاشت. هنوز تردید داشت اما هرچه بیشتر در مورد آن فکر می کرد کمتر احتمال می داد آن پسر بخواهد به او صدمه بزند. بعید بود کسی که پرنده ها را دوست داشت بتواند بد جنس باشد. صبح روز بعد از رخت خواب جهید و شروع کرد به انجام دادن کارهایی که مادر آنها را تمیزکاری حسابی مینامید وقتی به آینه توالت مادر رسید فقط میخواست کشوهای آن را از وسایل به درد نخور پاک کند. اما وقتی قیچی برنجی استیل او را برداشت که جای انگشتش پیچ خورده و به شکل گلهای سوسن ظریفی درآمده بود ناگهان موهایش را عقب زد از بیش از هفت سال پیش که مادر رفته بود کوتاه نشده بودند 20 سانتی متر کوتاهشان کرد حالا درست تا زیر شانه هایش بودند خودش را در آینه نگاه کرد. سرش را کمی تکان داد و لبخند زد. ناخونهایش را سوهان کشید و موهایش را آنقدر شانه زد تا شروع کردن به برق زدن. وقتی داشت برس و قیچی را سر جایش می گذاشت بقیه لوازم آرایش قدیمی مادر را هم وارسی کرد. کرم پودر و رژ گونه مایه خشک شده و ترک خورده بودند. اما باید تاریخ مصرف روژه لب چندین دهه باشد زیرا وقتی در یکی از آنها را برداشت به نظر تازه می آمد. او که وقتی دختر کوچکی بود هرگز آرایش نکرده بود برای اولین بار کمی رژ لب مالید ادای بوسیدن را درآورد سپس دوباره در آینه لب خند زد با خودش فکر کرد کمی زیباست نه به اندازه مادر اما به اندازه کافی خوشایند بود قه خندید سپس رژش را پاک کرد درست پیش از آن که کشور را ببندد یک شیشه لاک خشک شده پیدا کرد که به سختی میشد گفت صورتی است شیشه کوچک را برداشت به یاد آورد چطور یک روز مادر با این لاک ناخون از شهر برگشته بود. گفته بود این با پوست گندمگونشان واقعا زیبا می شود. او کیا و دو خواهر بزرگترش را روی کاناپه رنگ رو رفته ردیف کرده بود. از آنها خواسته بود پاهای برهنهشان را جلو نگه دارند و تمام انگشت پا و بعد انگشت دستشان را لاک زده بود. بعد ناخونهای خودش را لاک زده بود. آنها خندیده بودند و وقتی در حیات جست و خیز می کردند و ناخونهای صورتیشان را نمایش میدادند اوقات خوشی را گذرانده بودند. پدر به جایی رفته بود. اما قایق در تالاب مانده بود. مادر به فکرش رسید که همه دخترها با قایق به گردش بروند. قبلا هیچ وقت این کار را نکرده بودند. آنها سوار قایق شدند. هنوز طوری بالا و پایین می پریدند که گویی مست هستند. چند بار تناب هندل را کشیدند تا بالاخره موتور روشن شد و قایق راه افتاد. مادر در تالاب و هنگام گذر از کانال باریکی که به مرداب منتهی میشد پارو میزد آنها آرام از آبراهها میگذشتند اما مادر چیز زیادی در آن مورد نمیدانست برای همین وقتی وارد تالابی کم عمق شدند در گل سیاه چسبناکی که مانند غیر قلیز بود گرفتار شد. این طرف و آن طرف پارو می زدند اما نمی توانستند از جایشان تکان بخورند. راهی نمانده بود جز اینکه از یک طرف قایق پیاده شوند. دامنها و پاهایشان تا زانو در گل فرو رفته بود. مادر فریاد زد حالا قایق رو بر نگردونین، برش نگردونین. آنها قایق را به سختی کشیدند تا توانستند آن را بیرون بیاورند. بعد شروع کردند به مسخره کردن صورتهای گلی یکدیگر. مدتی طول کشید بتوانند دوباره سوار شوند سپس مانند تعداد زیادی ماهی که روی زمین افتاده باشند به یک طرف افتادند و به جای آنکه روی صندلی ها بنشینند هر چهار تایشان به ردیف کف قایق خوابیدند. پاهایشان را هوا کردند و انگشتهایشان را تکان دادند که لاک صورتیشان از میان گلولای بدرخ شد. مادر که همانجا دراز کشیده بود گفت حالا گوش کنی. این برای زندگیتون یه درس واقعیه. آره ما گیر افتادیم. اما چیکار کردیم؟ ازش تنز ساختیم و خندیدی خواهرا و دخترایی که با هم دوستن باید اینطوری باشن حتی وسط گل باید پشت همدیگر رو داشته باشند. به خصوص وسط گل مدل مادر لاک پاک نخریده بود برای همین وقتی لاک ها شروع کردند به پوسته کردن و کنده شدن و به مرور زمان پاک شدند ناخن های دست و پایی که تکه های از آنها صورتی بود آنها را به یاد روز خوبی که داشتند و درس واقعی زندگی می انداخت. کیا تلاش کرد با نگاه کردن به شیشه کهنه لاک چهره خواهرهایش را به یاد آورد. با صدای بلند گفت تو الان کجایی مادر؟ چرا پشت ما رو نداشتی؟ بعد از ظهر روز بعد به محض اینکه کیا به فضای خالی میان درخت های بلوط رسید کنار رنگ های سبز و قهوه‌ای ملایم جنگل رنگ های درخشان و غیرعادی به چشمش خورد. روی کنده یک جعبه کوچک قرمز و شیری رنگ بود و کنارش یک پر دیگر. به نظر می آن پسر خواسته هایش را بالا برده است. جلو رفت و ابتدا پر را برداشت. نقره‌ای و نر متعلق به سینه یک هواسیل شب. یکی از زیباترین موجودات مرداب. سپس داخل جعبه را نگاه کرد. چند پاکت دانه شلغم، هویج و لوبیا سبز بود و کف جعبه یک شمع موتور قایق بود که داخل کاغذ قهوه‌ای پیچیده شده بود. باز هم لبخند زد و کمی چرخید. او یاد گرفته بود چطور بدون بیشتر چیزها زندگی کند، اما گاهی اوقات به شمع موتور نیاز پیدا می کرد. جامپین یکی دو تا از تعمیرات جزئی موتور را به او یاد داده بود اما خرید هر قطعه به معنای پیاده روی تا شهر و پرداخت پول بود و حالا اینجا یک شمع موتور اضافی بود که میشد آن را تا زمانی که با نیاز باشد کنار گذاشت یک قطعه مازاد قلبش از حسی لبریز شد. همان حسی که با داشتن باک پر از بنزین یا دیدن غروب خورشید زیر آسمانی رنگا رنگ پیدا می کرد. کاملا بی حرکت ایستاده بود و تلاش می کرد معنی این کار را درک کند. پرنده های نر را دیده بود که با آوردن هدیه برای ماده ها نظر آنها را جلب می کنند اما سن و سال او برای آشیان سازی نسبتا کم بود. ته جعبه یک یاد داشت بود. آن را باز کرد و به کلماتش نگاه کرد. با دقت و با خطی ساده طوری که یک کودک بتواند آن را بخواند نوشته شده بود. کیا امواج احساسی خودش را تشخیص میداد می توانست از طریق ستاره ها راه خانه را پیدا کند تمام پرهای یک عقاب را می شناخت اما با وجود آنکه چهارده ساله بود نمی توانست این کلمات را بخواند. فراموش کرده بود چیزی بیاورد که آنجا بگذارد. داخل جیبهایش فقط پرها و صدفهای معمولی و مادگی گل بود. برای همین با عجله به کلبه برگشت و مقابل دیوار پرش به تماشا ایستاد. زیباتر از همه پرهای دم قوی تند را بود. یکی از آنها را از روی دیوار برداشت تا دفعه بعد آن را روی کنده بگذارد. وقتی شب فرا رسید پتویش را با خودش برد و در مرداب نزدیک تالابی که با نور ماه کاملا روشن شده و پر از صدف سیاه بود خوابید. تا دم صبح دو کیسه صدف پر کرده بود. پول بنزین جور شده بود. کیسه ها سنگین تر از آن بودند که بتواند بلندشان کند. برای همین اولین کیسه را با خود کشید و برد. گرچه راه نزدیکتری هم وجود داشت از کنار فضای خالی میان بلوطها رد شد تا پر قو را آنجا بگذارد. بدون آن که نگاه کند از میان درختها گذشت پسر پر آنجا بود روی کنده خم شده بود. کیا او را شناخت. تیت بود که وقتی دختر کوچکی بود در مرداب راه خانه را به او نشان داده بود. تیت که کیا سالها او را از فاصله دور تماشا کرده بود بدون آنکه شهامتش را داشته باشد جلو برود. البته حالا قد بلندتر و بزرگتر شده بود. احتمالا هجده سال را داشت. موهای طلایی مجعدش از زیر کلاه بیرون زده و رنگ پوستش برونزه بود. جذاب بود. آرام بود. لبخند بزرگی زد و چهرهش باز شد. اما این چشمهایش بود که توجه کیا را جلب کرد. چشمهایش اصلی با رگه از سبز بودند و مانند چشمهای حواسیلی که ماهی مینویی را گرفته باشد روی او متمرکز شدند. کیا بی حرکت ایستاد؟ از شکست شدن ناگهانی قانونی نانوشته جا خورده بود. جذابیتش به همین بود بازی که آنها در آن صحبت نمی کردن یا حتی دیده نمی شدن. صورتش داغ شد. تیت آهسته و شمرده طوری که گویی کیا گنگ یا چیزی شبیه به آن است گفت سلام کیا لطفا ندو این منم تیت احتمالا این چیزی بود که مردم شهر در مورد او گفته بودند اینکه او به ندرت با انسانی صحبت می کند. تیت نمی توانست چشم از او بردارد. فکر کرد باید سیزده یا چهارده سال داشته باشد. اما حتی در این سن هم جذاب ترین چهره ای را داشت که تیت تا آن زمان دیده بود. چشمهای درشتش به مشکی میزد و بینی باریکش بالای لبهای خوش ترکیب به او گیرایی خاصی بخشیده بود. او قد بلند و لاغر بود که موجب میشد ظاهری شکننده و چابک داشته باشد طوری که گویی با یک باد از جا کنده می شود. با وجود آنکه سن و سالی نداشت ماهیچه هایش حاکی از قدرتی پنهان در رو بود. مانند همیشه اولین کاری که به ذهن کیا می رسید این بود که بدود. اما حس دیگری هم وجود داشت. حس رهایی از توهی بودنی که سالها آن را لمس کرده بود. گویی گرمایی قلبش را فرا گرفته بود. به پرها شمع موتور و دانه ها فکر کرد. اگر میدوید ممکن بود همه آنها تمام شود. بدون آنکه حرفی بزند دستش را بلند کرد و پر قوی زیبا را به طرف او گرفت. تیت به آرامی طوری که گویی ممکن است او مانند بچه گوزنی از جا بپرد جلو رفت و آن را در دستش نگاه کرد. کیا هم در سکوت نگاه کرد. فقط به پر نگاه کرد نه به صورت او نه به نقطهی نزدیک چشمهایش. تیت گفت قوی تند را درسته؟ فوقلاده از کیا ممنونم قد او از کیا خیلی بلندتر بود و وقتی میخواست آن را از او بگیرد کمی خم شد البته وقت آن بود کیا برای هدیه هایش از او تشکر کند اما ساکتی ایستاده بود و آرزو میکرد او برود آرزو میکرد به همان بازی قبلیشان ادامه بدهند تیت که سعی میکرد سکوت را پر کند ادامه داد. پدرم پرنده ها رو به من یاد داده. سرانجام کیا به اون نگاه کرد و گفت من نمیتونم نوشته تو بخونم. خب معلومه چون نمیری مدرسه. یادم رفته بود. فقط نوشته بودم من تو رو یکی دو بار وقتی داشتم ماهی میگرفتم دیدم. و فکر کردم شاید بتونی از اون دونه ها و شمع موتور استفاده کنی. من یکی اضافه داشتم. فکر کردم شاید باعث بشه یه بار کمتر مجبور بشی بری شهر. فکر کردم شاید از اون پرا خوشت بیاد. کیا سرش را پایین انداخت و گفت به خاطر اونا متشکرم از خوبی زیاد تو بود تیت متوجه شد با وجود آنکه چهره و اندام او آثار و نشانه های زنانگی را نشان می دهد. برخلاف دخترهای روستایی که رفتار و کردارشان از نشانه ها پیشی می گیرد، مثلا بیش از حد آرایش می کنند، فوش می دهند و سیگار می کشند، او رفتار و کلماتش تا حدودی بچگان است. خواهش می کنم. خب بهتر من برم داره دیرم میشه. اگه اشکالی نداره من گاه گاهی بیام اینجا. کیا یک کلمه هم پاسخ نداد. بازی باید تمام میشد. تیت به محض آن که متوجه شد کیا دیگر قصد ندارد صحبت کند سرش را به نشانه تایید تکان داد. لبه کلاهش را گرفت و برگشت که برود اما درست موقعی که میخواست سرش را بدزدد و میان بوته ها قدم بگذارد پشت سرش به کیا نگاه کرد. ببین من میتونم بهت خوندن یاد بدم. فصل شانزده خاندن 1960 تیت چندین روز برای آموزش خواندن نیامد. پیش از پربازی تنهایی یکی از متعلقات کیا بود. مانند یک بازو. اما حالا درونش ریشه دوانده بود و قفسه سینهش را می فشرد. یک بار نزدیک غروب به سرعت سوار قایقش شد. من نمیتونم همینطور اینجا بشینم منتظر. به جای آنکه قایق را به اسکله جامپین ببندد و دیده شود، آن را در خلیج کوچکی در جنوب پنهان کرد و در حالی که یک کیسه گونی در دست داشت از مکانی سایه و نسبتا تاریک به طرف کالرتان راه افتاد. بیشتر روز باران ملایمی باریده بود و حالا که خورشید به افق نزدیک می شد جنگل داشت مهی را که باد به آرامی از فضاهای باز مرتوب با خودش می آورد از آن خود می کرد. او هیچ وقت به تام نرفته بود. اما آنجا را بلد بود و فکر می کرد اگر به آنجا برود میتواند خانه جامپین و میبل را پیدا کند. شلوار جین و بلوز صورتی که میبل به او داده بود تنش بود. داخل کیسگونی دو شیشه نیم لیتری مربای تمشک بود که خودش درست کرده بود تا جبران محبت جامپین و میبل را کرده باشد. نیاز به بودن با کسی و پیدا کردن فرصت گفتگو با زنی که دوستش باشد او را به طرف آنها کشانده بود. اگر جامپین خانه نبود شاید می توانست با میبل بنشیند و صحبت کند. وقتی به پیچ جاده نزدیک میشد صداهایی شنید که به طرف او می آمدند. ایستاد و به دقت گوش کرد. فورا خودش را از آن مسیر داخل جنگل کشاند و پشت یک بوته مورد پنهان شد. یک دقیقه بعد دو پسر سفید پوست که شلوارهای پیشبندی پارپوره پوشیده بودند چوب ماهیگیری در دست داشتند و یک گرب ماهی به درازی بازوی کیا از سر قلابشان آویزان بود وارد پیچ شدند. کیا پشت بوته میخکوب شد و منتظر ماند. یکی از پسرها به سمتی اشاره کرد. اونجا رو ببین ما چقدر خوششانسیم اینها یک کاکاسیا داره میره شهر کاکاسیاها. کیا به آن سمت نگاه کرد و دید جامپین است که دارد شب به خانه میرود. او خیلی به پسرها نزدیک بود و مطمئنن صدای آنها را شنیده بود. اما فقط سرش را پایین انداخت وارد جنگل شد که از آنها فاصله بگیرد و به راهش ادامه داد. کیا با خشم پیش خودش گفت اون چشه؟ چرا هیچ کاری نکرد؟ او میدانست کاکا سیاه کلمه خیلی بدی است. میدانست چون پدرش آن را به عنوان فوش استفاده کرده بود. جامپین می توانست کله پسرها را به هم بکوبد و به آنها درس خوبی بدهد اما به سرعت به راهش ادامه داد. آنها متلک بار جامپین میکردند که چشم از پاهایش بر نمی داشت. یک کاکاسیای راستکی داره میره شهر. نگاه کن پسره کاکاسیا رو. نیفتی؟ یکی از پسرها خم شد، سنگی برداشت و آن را به پشت جامپین پرتاب کرد. سنگ با صدای گرومپ درست زیر استخوان کتفش برخورد کرد. او کمی به یک طرف خم شد و به راهش ادامه داد. وقتی سر پیچ از دید خارج شد، پسرها خندیدند. باز هم سنگ برداشتند و دنبالش رفتند. کیا لابلای بوته ها با قدم های بلند پیش رفت تا از آنها جلو زد. چشمهایش به کلاههایشان دوخته شده بود که بالای شاخه ها تکان میخورد. در نقطه ای که بوته پرپشتی نزدیک خیابان رویده بود و میدانست تا چند ثانیه دیگر آنها از آنجا عبور خواهند کرد قوز کرد. جامپین جلو رفته و از نظر دور شده بود. کیسه پارچه ای شیشه ها را دورشان پیچید طوری که آنها را محکم نگه دارد و آن را جلوی شیشه ها گره زد. وقتی پسرها کنار بوته رسیدن کیسه سنگین را بلند کرد و محکم پشت سر نزدیک ترین پسر کوبید. او به طرف جلو پرتاب شد و با صورت به زمین افتاد. کیا با فریاد و جیغ به طرف پسر دیگر دوید و آماده بود زربه ای هم به سر او بزند اما او فرار کرد. کیا حدود چار پنج متر داخل جنگل جلو رفت و پسرها را تماشا کرد تا اولین پسر ایستاد سرش را گرفت و شروع به ناسزا گفتن کرد. در حالی که شیشه های مربا را در دست داشت به طرف قایقش برگشت. موتور آن را روشن کرد و به طرف خانه راه افتاد. با خودش فکر کرد. احتمالا دیگه هرگز به دیدن کسی نمیرم. روز بعد وقتی صدای پتپت پت موتور قایق تیت به گوش رسید کیا به طرف تالاب دوید. میان بوته ها ایستاد و او را که با یک کوله پشتی از قایقش پیاده میشد نگاه کرد. تیت همانطور که اطرافش را نگاه می کرد صدایش کرد و او در حالی که شلوار جینی که کاملا غالب تنش بود و بلوز سفیدی با دگمه های غیر هم شکل پوشیده بود آهسته نزدیک شد. سلام کیا ببخشید نتونستم زودتر بیام. باید به پدرم کمک می کردم اما زیاد طول نمی کشه خوندن یاد بگیری. سلام تیت بیا بیا بشینیم اینجا. به کنده یک درخت بلوط در قسمتی از تالاب که کاملا سایه بود اشاره کرد. از کل پشتیش یک کتاب باریک حروف الفبا و یک دفترچه خطدار بیرون آورد. با دقت و به آهستگی بین خطوط حروف آ و ب را نوشت و در حالی که صبورانه کیا را که میخواست صداها را از طریق حرکت دادن لبهایش تولید کند تصیح میکرد و از او میخواست او هم آنها را بنویسد وقتی کیا آنها را مینوشت او حروف را با صدای بلند می‌خواند به نرمی و آرامی. کیا بعضی از حروفی را که جودی و مادر به او آموخته بودند به یاد می آورد. اما چیز زیادی در مورد کلمه سازی با آنها نمی دانست. چند دقیقه طول نکشید که تیت گفت ببین الان دیگه بلدی یک کلمه بنویسی. بابا میتونی کلمه بابا رو بنویسی. گاهی کیا سوال های پیش پا افتاده می کرد و تیت می دانست که نباید بخندد. می گفت اگه معنی چیزی رو نمی دونی ناراحت نباش. میریم جلوتر یاد می گیری. بذار ادامه بدیم. کلمه هایی رو که معنیشون رو می دونیم هم می نویسی. دست آخر گفت تو باید خیلی بیشتر روی الف با کار کنی. یه مدتی طول میکشه کامل اونا رو یاد بگیری. اما قبلش میتونی یه کمی بخونی بهت نشون میدم تیت کتابی برای یادگیری دستور زبان نداشت برای همین اولین کتابی که به کیا داد کپی بود که پدرش از کتابی گرفته بود به ابتدای جمله اشاره کرد و از او خواست آن را برایش بخواند اولین کلمه آنجا بود که کیا باید به الف با برمیگشت و صدای هر حرف را تمرین میکرد. اما تیت صبور بود و صداهای خاص را با او بیشتر تمرین میکرد. کیا وقتی بالاخره صداها را هجی می کرد دستهایش را بالا میبرد و می خندید. تیت با شادی او را نگاه می کرد. کیا به آرامی تمام حروف را کشف میکرد طوری که توانست جمله کسانی هستند که می توانند بدون طبیعت زندگی کنند و کسانی هستند که نمیتوانند را بخواند تو میتونی بخونی کیا دیگه هیچ وقت پیش نمیاد که نتونی بخونی کیا تقریبا به حالت درگوشی گفت فقط اون نیست من نمیدونستم کلمه ها اینقدر معنی دارن نمیدونستم یه جمله اینقدر کامله. تیت لبخند زد. این جمله خیلی خوبیه. همه کلمه ها اینقدر معنی ندارن. در روزهای آینده هم پای درخت بلوط در سایه یا زیر آفتاب ساحل تیت به او یاد داد چطور کلماتی را که از قازها و درناها و دنیای واقعی اطرافشان میگفتند بخواند. اگر دیگر صدای قازها نیاید چه؟ او هفته چند بار در فاصله کمک کردن به پدرش و بازی بیسبال با دوستانش نزد کیا می آمد و حالا کیا در حال انجام هر کاری که بود کندن علفهای حرز باخچه، غذا دادن به جوجه ها، جستجوی صدف منتظر بود صدای ویز, ویز قایق او را روی آب بشنود. یک روز وقتی داشتن در ساحل در مورد غذای چرخری سک صحبت می کردن کیا از تیت پرسید؟ تو با خونوادت توی بارکیلیکو زندگی می کنی؟ من با پدرم زندگی می کنم. آره توی بارکلی کیا نپرسید آیا اعضای خانوادهش بیشتر بودند و حالا رفتند یا نه؟ حتما مادر او هم ترکش کرده بود. حس عجیبی نسبت به او داشت. او کسی نبود که این حس را نشان دهد. به جای این پرسش رکهای مچ دست او را که به رنگ آبی میزد و مانند رگه های بال زنبور اصل در هم پیچیده بود از برگرد. شب پشت میز آشپزخانه نشسته بود و زیر نور چراغ نفتی درسهایش را دوره می کرد. نور چراغ از پنجره های کلبه به بیرون رخنه و شاخه های پایین بلوط را لمس می کرد. تا چند کیلومتری آنجا به جز نور درخشان کرم های شبتاب این تنها نوری بود که در سیاهی وجود داشت. او هر کلمه را بارها و بارها با دقت می نوشت و تکرار می کرد. تیت گفته بود کلمات طولانی همان کلمات کوتاه هستند که به یکدیگر پیوستند برای همین او ترسی از آنها نداشت و به راحتی سراغ یادگیری کلمه‌ای مانند پلی استوسن همراه با پسوند یا پیشوند میرفت. خواندن بزرگترین لذتی بود که تا آن وقت تجربه کرده بود. اما نمیدانست چرا تیت پیش قدم شده به سفید پوست فقیر آشغالی مانند او درس بدهد و چرا از ابتدا شروع کرده بود و پرهای زیبا برایش آورده بود اما این را نمی پرسید زیرا میترسید موجب شود تیت راجب آن فکر کند و بگذارد برود حالا کیا؟ بالاخره می توانست تمام نمونه های ارزشمندش را نامگذاری کند. او هر پر، حشره، صدف یا گل را بر می داشت. در کتاب های مادر دنبال دیکتهشان می گشت و آنها را با دقت زیر نقاشی هایی که روی پاکت های قهوه‌ای کشیده بود می نوشت. یک روز از تیت پرسید بعد از بیست و نه چیه؟ تیت نگاهش کرد. کیا بیشتر از تمام دنیا در مورد موجها، قازهای وحشی، اقابها و ستاره ها اطلاعات داشت اما نمی توانست تا سی بشمارد. تیت نمی خواست او را شرمنده کند. برای همین تعجبش را نشان نداد. اما کیا استعداد عجیبی در خواندن چشم ها داشت. تیت با خون سردی گفت سی الان بهت عددا رو نشون میدم و یک کمی ریاضی ابتدایی کار میکنیم. آسونه. برای چند تا کتاب راجع بهش میارم. کیا همه چیز را میخواند. دستور پخت روی کیسه بلغور، یادداشت های تیت و داستان های کتاب های شاه پریان خودش که سالها وانمود کرده بود دارد آنها را میخواند. سپس یک شب گفت: آها و انجیل قدیمی را از روی قفسه برداشت. پشت میز نشست و صفحات نازک را ورق زد تا به نامهای خانواده رسید. نام خودش زیر تمام آنها بود. روز تولدش بود دوشیزه کاترین دنیل کلارک ده اکتبر 1945. سپس نامهای بالا و نامهای واقعی برادرها و خواهرهایش را خواند. آقای جرمی اندرو کلارک دوی ژانویه 1939 بلند گفت جرمی جودی هیچ وقت نمی دونستم تو آقای جرمی هستی دوشیزه آماندا مارگارت کلارک 17 می 1937 کیا انگشتهایش را روی این نام کشید و چندین بار آن را تکرار کرد. باز هم خواند. آقای ناپیر مورفی کلارک چهار آوریل 1936 کیا آهسته گفت مورف اسم تو ناپیر بوده. بالاتر از همه نام بزرگترین فرزند بود. دوشیزه مری هلن کلارک 19 سپتامبر 1934 دوباره انگشتش را روی نام ها کشید. این کار چهرهشان را به یادش می آورد. چهره هاشان محف بود اما می توانست همه آنها را ببیند که پشت میز فشرده کنار هم نشستند آب گوشت میخورند نان ذرت به هم میدهند و حتی کمی میخندند از اینکه نامشان را فراموش کرده بود شرمنده بود اما حالا که پیدایشان کرده بود دیگر هرگز نمیگذاشت بروند بالای نام فرزندان نوشته شده بود آقای جکسون هنری کلارک در دوازده جوان 1933 دوشیزه جولیان ماریا جیکس را به همسری اختیار کرد. تا آن لحظه او نام کامل پدر و مادرش را نمیدانست. چند دقیقه در همان حال که انجیل روی میز باز بود نشست. خانوادهش پیش رویش بودند. گذر زمان طوری که فرزندان هرگز جوانی پدر و مادرشان را نمی بینند. کیا هرگز نمی توانست جیک جذاب را ببیند که در اوایل سال 1930 با ظاهری شق و رق به کافتریای آشویل جاری که ماریا جکس دختر زیبایی با موهای مجعد مشکی و لبهای قلوهای از نیو به آنجا آمده بود رفت و تنها در مدت زمان صرف یک میلک شیک به او گفت خانوادهش کشت زار دارند و او میخواهد پس از پایان دبیرستان وکالت بخواند و در امارتی با ستونهای زیبا زندگی کند. اما وقتی رکود اقتصادیشان شدت گرفت، بانک زمین را از خانواده کلارک گرفت. آن را به حراج گذاشت و پدر جیک او را از مدرسه رفتن باز داشت. آنها به اتاقه که انتهای جاده که از چوب کاج ساخته شده بود و از زمانی که بردگان ساکنان بودند زمان زیادی نمیگذشت نقل مکان کردند. جیک در مزارع تنباکو زندگی می کرد و همراه با زنان و مردان سیاه پوستی که بچه هایشان را با شالهای رنگی به پشتشان می بستند برک ها را یک جا جمع می کرد. دو سال بعد یک شب پیش از طلوع آفتاب بدون خداحافظی رفت و هرچه لباس خوب و اشیای قیمتی خانوادگی از جمله ساعت جیبی طلای جد پدری و حلقه الماس مادر بزرگش وجود داشت با خودش برد او بدون آنکه کرایه‌ای بپردازد خودش را به نیو لانز رساند و ماریا را که با خانوادهش در خانه زیبا نزدیک ساحل زندگی می کرد پیدا کرد. خانواده ماریا از بازماندگان یک تاجر فرانسوی و صاحب کارخانه تولید کفش بودند. جیک ارسیه خانوادگی را هدر می‌داد. و ماریا را به رستوران های شیکی می برد که پرده های مخمل قرمز داشتند و به او می گفت برایش امارتی ستوندار خواهد خرید. سرانجام وقتی زیر درخت مگنولیا زانو زد ماریا پذیرفت با او ازدواج کند. و آنها در سال 1933 یک مراسم مختصری در کلیسا در حالی که خانواده ماریا ساکت ایستاده بودند ازدواج کردند تا آن موقع پولها تمام شده بود برای همین جیک شغلی را در کارخانه کفش پدر همسرش پذیرفت او تصور می کرد مدیر می شود اما آقای جیکس مردی که به این راحتی ها کلاه سرش نمی رفت اصرار داشت جیک کار را مانند هر کارگر دیگری از پایه یاد بگیرد. برای همین او در قسمت بریدن زیره کفش کار می کرد. او و ماریا در آپارتمانی که در حقیقت گاراژ بود با چند تک جهیزیه مجلل ماریا و میز و سندلی هایی که از بازار کهنه فروش ها خریداری شده بود زندگی می کردند. جیک در کلاس های شبانه ثبت نام کرد تا دبیرستان را تمام کند. اما معمولا پنهانی از کلاس ها غیبت و قمار بازی می کرد و در حالی که بوی بد ویسکی میداد شب دیر وقت نزد همسرش می آمد. سه هفته بیشتر طول نکشید که آموزگار او را از کلاس اخراج کرد. ماریا به او التماس می کرد از نوشیدن مشروب دست بردارد. و به کارش علاقه نشان بدهد تا پدرش به او ترفی بدهد. اما فرزندان یکی یکی به دنیا آمدند و او هرگز از مصرف الکل دست بر نداشت. بین سالهای 1934 و 1940 آنها صاحب چهار فرزند شدند و جیک فقط یک بار ترفی گرفت. جنگ با آلمان وسیله بود که او را هم ردیف دیگران قرار داد. او که با بتن کردن یونیفرم شبیه دیگران شده بود می توانست شرم ساریش را پنهان کند و بار دیگر غرورش را به دست آورد. اما یک شب که در سنگری انفرادی و خاکی در فرانسه نشسته بود کسی فریاد زد که فرماندهشان 20 متر آن طرفتر تیر خورده و نقش زمین دچار خونریزی شده است پسرهای ساده آنها باید در یک سنگر زیرزمینی می نشستند و در حالی که از بیم خوردن ضربه شدید عصبی بودند منتظر می ماندند که ضربهشان را بزنند با این وجود همگی فورا از جا پریدند و تلاش کردند مرد زخمی را نجات دهند همه به جز یک نفر جیک در گوشه قوز کرده بود آنقدر ترسیده بود که نمیتوانست حرکت کند اما درست بالای سنگر خمپاری به رنگ زرد مایل به سفید منفجر شد و استخانهای پای چپش را تکه تکه کرد. وقتی سربازها در حالی که فرمانده را کشان کشان می آوردند برگشتند گمان کردند جیک وقتی به دیگران کمک می کرده که رفیقشان را نجات بدهند زخمی شده است. او را قهرمان نامیدند و هیچ کس هرگز حقیقت را نفهمید به جز خودش. او را با یک مدال و معافیت پزشکی به خانه فرستادند. او تصمیم گرفت دیگر در کارخانه کفش کار نکند و فقط یکی دو شب در نیولانز ماند. در حالی که ماریا ساکت کنارش ایستاده بود تمام اساسیه مجلل و نقره های او را فروخت. خانواده را سوار قطار کرد و به کارولینای شمالی برد. از یکی از دوستان قدیمیش شنید که مادر و پدرش از دنیا رفتند و این کار را برای عملی کردن نقشش آسان می کرد. او ماریا را متقاعد کرده بود زندگی کردن در اتاقکی که پدرش به عنوان استراحتگاه ماهیگیری در ساحل کارولینای شمالی ساخته بود می توانست یک آغاز جدید باشد. آنجا ناچار نبودند کرای خانه بدهند و او می توانست دبیرستان را تمام او یک قایق کوچک ماهیگیری از بارکلیکو خرید و با خانواده در حالی که تمام داراییشان را دورشان جمع کرده و چند جعبه کلاه قیمتی روی آنها گذاشته بودند کیلومترها در مرداب پیش رفتند وقتی بالاخره به تالابی رسیدند که زیر درخت های بلوتش اتاقه که پر از موش با درهای توری زنگ زده چون باتمه زده بود. ماریا کوچکترین فرزندش جودی را به خود چسبانده بود و تلاش می جلوی عشقایش را بگیرد. پدر به او اطمینان داد. اصلا هیچ قصه نخور. چشم به هم بزنی همه چی رو درست می اما جیک هرگز اتاقک را تبدیل به احسن و دبیرستان را تمام نکرد. چیزی از ورودشان به آنجا نگذشته بود که او مصرف الکل و قمار را از سر گرفت و سعی کرد آن سنگر انفرادی را در گیلاس مشروب جا بگذارد. ماریا هر کاری می توانست برای ساختن یک خانه انجام داد. از حراجی های وسایل دست دوم برای تشک هایی که روی زمین میانداختند ملافه و یک وان آماده قل برای حمام کردن خرید. لباسها را زیر شیر آب حیات می شست و سعی می کرد بفهمد چطور می تواند خودش در باغچه سبزیجات بکارد و مرغ و خروس نگه دارد. چیزی از ورودشان به آنجا نگذشته بود که او به بچه ها بهترین لباسشان را پوشاند و آنها را به بارکلیکو برد تا در مدرسه سبت نامشان کند. اما جیک ایده تحصیل را به مسخره می گرفت و بیشتر روزها از مورف و جودی میخواست پنهانی از مدرسه غیبت کنند تا برای شام سنجاب و ماهی بگیرند. جیک فقط یک بار ماریا را برای قایق سواری و دیدن محتاب بیرون برد. که نتیجه آن فرزند آخرشان دختری به نام کترین دنیل بود و بعدها او را کیا می نامیدند. چرا که وقتی اولین بار از او خواسته بودند نامش را بگوید گفته بود کیا. گاهی اوقات جیک وقتی حواسش سر جایش بود دوباره رویای تمام کردن مدرسه و ساختن زندگی بهتر برای آنها را در سر می پرورند. اما سایه سنگر انفرادی آن رویاها را از ذهنش بیرون می کرد. او که روزی مطمئن و مغرور خوشتیپ و خوشندام بود دیگر نمی توانست مردی را که به آن تبدیل شده بود تحمل کند و قلوب قلوب از بطریش می نوشید. ترکیب جنگ، نوشیدن الکل و ناسزا گفتن به شورشیان مرداب آسان ترین راهی بود که می توانست انتخاب کند. فصل هفته آغاز مرحله جدید 1960 وقتی کیا در یکی از روزهای تابستانی که داشت خواندن یاد میگرفت با قایقش به فروشگاه جامپین رفت جامپین به او گفت؟ حالا خانم کیا یه چی دیگه هم هست؟ چندتا مرد این طرفا دور افتاده بودن از شما می پرسیدن. کیا به جای آنکه مانند همیشه چشمش را به نقطه کنار او بدوزد مستقیم به چهرش نگاه کرد کی بودن؟ چی میخواستن؟ فکر کنم واسه بهزیستی بودن. همه جور سوال پرسیدن. پدرت هنو اینجا هست یا نه؟ مادرت کجاست؟ این پاییز رفتی مردسه یا نه؟ دیگه اینکه کی میای اینجا؟ به خصوص میخواستن بدونن تو کی میای اینجا؟ تو بهشون چی گفتی جامپی؟ خب من همه سعیمو کردم از تو دورشون کنم. بهشون گفتم پدرت خوبه فقط رفته اون ورا ماهیگیری و همین. سپس خندید و سرش را به عقب پرتاب کرد. بعد بهشون گفتم هیچ وقت نمیدونم قایقت کی میاد اینجا. حالا اصلا هیچ نگران نباش خانم کیا. اگه باز اومدن جامپین سایشون رو با تیر میزنه. ازت ممنونم. کیا پس از آن که باکش را پر کرد مستقیم به طرف خانه رفت. حالا باید بیشتر مراقبت می کرد. شاید جایی در مرداب پیدا می کرد که بتواند مدتی آنجا پنهان شود تا آنها دست از سرش بردارند. آن روز نزدیک غروب وقتی تیت قایقش را به طرف ساحل هدایت میکرد و بدنه قایق به آرامی روی ساحل قرچ قرچ می کرد کیا گفت میشه ما جزو اینجا یه جای دیگه همو ببینیم؟ تیت در حالی که هنوز پشت سکان نشسته بود با او سلام احوال پرسی کرد. سلام کیا؟ خوشحالم میبینمت. چی فکر میکنی تیت؟ به جز، نه جزو. در زم، معدبانه تر اینه که پیش از اینکه از مردم چیزی بخوایم باهاشون سلام احوال پرسی کنیم. کیا در حالی که تقریبا لبخند میزد گفت تو خودت بعضی وقتا میگی جزو آره اما ما هممون چون مال کارولینای شمالی هستیم لحجه مگنولیا داریم ولی باید سعیمون رو بکنیم کیا در حالی که تعظیم کوچکی میکرد گفت اصرتون به خیر آقای تیت تیت یک لحظه در درونش متوجه احساسی جسور و بیپروا شد. به پهنای صورتش لبخند زد. خب بهتره یه جای خیلی دوری از اینجا قایم بشیم. جایی که خرچنگا آواز میخونن. دلم برای پدرخونده و مادر خوندهی که بخوان تو رو ببرن میسوزه. یعنی چی خرچنگا آواز میخونن؟ مادرم هم اینو میگفت. کیا به خاطر آورد مادر همیشه او را تشویق می کرد مرداب را کشف کند. تا دورترین جایی که میتونین برین. اونقدر دور که جایی برسین که خرچنگا آواز میخن. یعنی جای دوری توی سرزمین دست نخورده که موجوداتش ابتدایی هستند، اما مثل موجودات دیگه رفتار میکنن. حالا جایی تو فکرت هست که بتونیم اونجا هم دیگر رو ببینیم؟ یه بار یه جایی پیدا کرده بودم. یه اتاقکی که داره خراب میشه. اگه ورودیشو بشناسی با قایق میتونی بیای اونجا. من از اینجا میتونم پیاده برم. باش. پس سوار شو. این بار نشونم بده دفعه بعد اونجا هم دیگر رو میبینیم. اگه اونجا بودم همینجا کنار کنده ای که قایق و بهش میبندی چند تا سنگ رو هم میذارم. به نقطه ای در ساحل طالاب اشاره کرد. وگرنه همین دور و برام صدای موتور قایق تو بشنوم میام. آنها آهسته داخل مرداب پیش رفتند. سپس از طریق دریا به سمت جنوب رفتند که از شهر دور بود. کیا جلوی قایق نشسته بود و بالا و پایین میرفت باد شدید با دستهای سردش گوشهای کیا را قلقلک میداد و سرمایه آن موجب شده بود اشک از چشمهایش جاری شود وقتی به خلیج کوچکی رسیدند کیا مسیر رود باریکی را نشان داد که سقفش پوشیده از بوته های تمشک بود چند بار به نظر رسید عمق رود کم می شود اما کیا اشاره کرد مشکلی نیست که پیش بروند تا اینکه بوته ها بیشتر شدند سرانجام مقابل علفزار وسیعی رسیدند که داخلش اتاقک چوبی قدیمی بود که یک طرفش خراب شده بود. الوارهای کلبه به هم محکم شده و تعدادی از آنها مانند بلوک های چوبی بازی برج هیجان روی زمین افتاده بودند. سقف کلبه که هنوز به دیوار نیمه متصل بود مانند یک کلاه کج به طور مورب پایین آمده بود. تیت قایق را داخل لجنها کشید و بعد بدون آنکه حرفی بزند رفت در را باز کند. داخل کلبه تاریک بود و بوی تعفن ادرار موش میداد. میگم امیدوارم قصد نداشته باشی اینجا زندگی کنی. ممکنه همش بریز رو سرت. دیوار را هل داد. به نظر می رسید به اندازه کافی محکم است. اینجا فقط پناهگاهه. میتونم یکم غذا اینجا قایم کنم چون یه مدتی مجبورم ازشون فرار کنم. وقتی چشمهایشان به تاریکی عادت کرد تیت برگشت و به اون نگاه کرد. کیا؟ هیچ وقت فکر کردی برگردی مدرسه؟ این کار تو رو نمی کشه که تا زگی این کار رو بکنی ممکنه دیگه کاری بهت نداشته باشن. نه حتما فهمیدن من تنها. اگه برم منو میگیرن. میبرن پرورشگاه. تازه من الان برای مدرسه رفتن سنم خیلی زیاده. منو کجا میذارن؟ کلاس اول؟ از فکر نشستن روی یک صندلی کوچک در حالی که اطرافش بچه های کوچکی نشستند که می توانند کلمات را تلفظ کنند و تا پنجاه بشمارند چشمهایش گرد شد. چی؟ پس تو قصد داری برای همیشه توی مرداب تنها بمونی؟ بهتر از اونه که برم فرزند خونده کسی بشم. پدر همیشه میگفت اگه بد باشیم ما رو میده به یه خونواده دیگه. به همون میگفت اونا بد جنس هستن. تیت گفت نه نیستن. همیشه که اینطوری نیست. بیشترشون آدمای مهربونی هستن که بچه ها رو دوست دارن. کیا در حالی که چانهش را جلو داده و دستش را به کمرش زده بود گفت تو اگه توی مرداب زندگی می کردی می رفتی توی یه خونه فرزند خونده بشی؟ تیت لحظه ساکت ماند. خب چند تا پتو و کبریت بیار نکنه هوا سرد بشه. شاید چند تا کنسرو ماهی ساردین هم بد نباشه. موندگاریشون زیاده. اما غذای تازه نگه ندار. خرسا رو جذب میکنه. من از خرس نمیترسم. من از خرس نمی ترسم. بقیه تابستان را کیا و تیت در کلبه مخروبه به درسهای روخانی ادامه دادند. تا عواست ماه اوت کتاب سالنامه یک شهرستان شنی را تمام کرده بودند و با وجود آنکه کیا نمی توانست تمام کلمات را بخواند بیشتر آن را متوجه می شد. آلدو لئوپولد به او آموخت دشت های سیلابی از انشعابات زنده رودخانه ها هستند که هر زمان رودخانه بخواهد آنها را پس می گیرد. هر کس در یک دشت سیلابی زندگی می کند آماده روز مباداست. او آموخت قازها زمستان کجا می روند و مفهوم موسیقیشان چیست؟ کلمات لطیف این نویسنده که تقریبا شبیه شعر بود به او یاد داد که خاک سرشار از زندگی و یکی از ارزشمندترین ثروتهای روی زمین است که خوش کردن باطلاق ها زمین را تا مسافت چندین کیلومتر خشک و گیاهان و حیوانات را نابود می کند. بعضی از دانه ها تا چند ده سال در زمین های خشک شده باقی و منتظر میمانند تا وقتی سرانجام دوباره آب برگردد و در خاک جریان یابد آن وقت چهره هایشان را نمایان می کنند. او هرگز نمی توانست دانش عجایب و زندگی واقعی را در مدرسه بیاموزد. اینها واقعیت هایی بود که هر کسی باید از آنها باخبر میشد. اما با وجود آنکه در محیط اطراف وجود داشتند، به نظر می رسید مانند دانه ها مخفی ماندند. آنها هفته چند بار در کلبه چوبی یکدیگر را می دیدند. اما کیا بیشتر شبها را در کلبه خودش یا در ساحل با مرغان دریایی می خوابید. او باید پیش از زمستان هیزم جمع می کرد. برای همین آن را در برنامهش قرار داده بود. مقدار زیادی از مکانهای دور و نزدیک جمع می کرد و آنها را تا حدودی مرتب بین دو درخت کاج روی هم انبار می کرد شلغمهایش هنوز به طور کامل سرشان را از لابلای علفهای تلایی بالا نیاورده بودند با وجود این آنقدر سبزیجات داشت که خودش و گوزنها نمی توانستند تمام آن را بخورند او آخرین محصولات آخر تابستان را هم برداشت و کدو حلوایی ها و چغندرها را در سایه خونک پلکان آجر و تخته ای انبار کرد. اما تمام مدت گوش به زنگ بود مبادا صدای کشیده شدن چرخهای اتومبیل را که با صدای مردانی که به طرفش می آمدند همراه بود بشنود. گاهی اوقات این گوش کردن خسته کننده و ترسناک بود. برای همین به اتاقک چوبی می رفت و در حالی که خودش را در پتوی اضافیش پیچیده بود شب را روی زمین خاکی می خوابی. زمان جمعآوری صدف و دودی کردن ماهی را طوری تنظیم کرده بود که تیت بتواند آنها را برای جامپین ببرد و مایحتاجش را برایش بیاورد تا خودش کمتر جلوی چشم باشد یک روز وقتی کنار رودخانه نشسته بودند تیت گفت یادت وقتی اولین جملت خوندی گفتی بعضی از کلمه ها خیلی معنا دارن؟ آره، یادمه. چطور؟ خب، مخصوصا شعر کلماتی که تو شعر هستن نقششون بیشتر از اینه که فقط یه چیزی بگن. اونا احساسات آدم رو بیدار میکنن. حتی آدم رو می خندونن. مادرم همیشه شعر میخوند اما من هیچ چیش یادم نمیاد. پس اینو گوش کن. از ادوارد لیره. یک پاکت تا شده از جیبش درآورد و خواند. بعد آقای بابا لنگ دراز و آقای مگس شلوول به طرف دریای کفالود دویدند. با فریادی از پذیرشی شورانگیز. آنجا قایق کوچکی پیدا کردند که بادبانهایش صورتی و خاکستری بود و با آن روی موجها قایق رانی کردند و دور و دورتر شدند. کیا با لبخند گفت مثل آهنگ خوردن موجا به ساحله. پس از آن کیا وارد مرحله شعر نوشتن شد. همانطور که در مرداب قایق رانی می کرد یا دنبال صدف می گشت شعر می ساخت. ساده، آهنگین و پیش پا افتاده بودند. یه جیجاق مادر از روی شاخه بلند شد. منم پرواز می کردم اگر می توانستم. این ابیات موجب می شدن با صدای بلند بخندد و دقایقی از تنهاییش را در روزهای دراز و تنها پر کند. یک بار که دم غروب پشت میز آشپزخانه کتاب میخواند به یاد کتاب شعر مادر افتاد و همه جا را گشت تا پیدایش کرد آنقدر کهنه بود که جلدش مدت‌ها پیش از بین رفته بود و صفحاتش با دو کش لاستیکی پوسیده کنار هم قرار داده شده بودند کیا آنها را با دقت درآورد صفحات را ورق زد و یادداشت‌های مادر را در حاشیه کتاب خواند در پایان کتاب فهرستی از صفحاتی بود که مادر به آنها علاقه داشت کیا ورق زد تا به یکی از آنها که اثر جیمز رایت بود رسید. ناگهان گمگشته و در سرما میدانستم حیات خالی مانده است آرزو داشتم لمس کنم و در آغوش بگیرم فرزندم را فرزندی را که حرف میزد در حال خنده یا رام یا سرکش درخت ها و خورشید رفته بودند همه چیز رفته بود الا ما مادرش در خانه آواز میخواند و شام ما را گرم نگه می داشت و ما را دوست می داشت. خدا میداند چطور زمین فراخ اینطور به سوی تاریکی رفت و به این یکی اثر گالوی کینل برایم مهم بود هرچه در فکرم بود گفتم با ملایم ترین کلماتی که می دانستم و حالا باید بگویم حالا که تمام شده احساس آرامش می کنم. و در پایان فقط می توانم احساس تأسف کنم برای آن همه اصرار برای عمری درازتر. بدرود کیا طوری روی کلمات دست کشید که گویی یک پیام هستند؟ گویی مادر زیرشان را مخصوصاً برای آن خط کشیده بود که روزی دخترش آنها را زیر این شعله ضعیف چراغ نفتی بخواند و درک کند. چیز زیادی نبود. یاد داشتی که با خط او مثلا پشت کشوی جوراب ها پنهان شده باشد وجود نداشت. اما باز هم از هیچ بهتر بود. کیا احساس می این کلمات معانی قدرتمندی دارند اما نمی توانست آنها را به طور کامل درک کند. اگر یک روز شاعر می شد پیامش را واضح بیان می ده. وقتی تیت در ماه سپتامبر سال آخر مدرسهش را آغاز کرد نتوانست به اندازه قبل به کیا سر بزند. اما وقتی می آمد کتاب های درسی سال های قبلش را برای او میآورد، در مورد اینکه کتاب‌های زیست شناسی برای کیا خیلی پیشرفته است، یک کلمه هم حرفی نمیزد. برای همین کیا فصل های آن کتاب ها را که در مدرسه حتی تا کلاس چهارم روی آنها کار نمی شد زیر و رو می‌کرد. تیت می گفت نگران نباش. هر بار که بخونیشون یک کمی بیشتر متوجه می شی. و این حقیقت داشت. همینطور که روزها کوتاه تر می شدند باز هم یکدیگر را نزدیک کلبه کیا می دیدند. زیرا اتاقک نور کافی نداشت. آنها همیشه در فضای آزاد درس می اما یک روز صبح که باد شدیدی وزید کیا بخاری هیزومی را روشن کرد. از بیش از چهار سال پیش که پدر ناپدید شده بود کسی داخل کلبه قدم نگذاشته بود و اصلا فکرش را هم نمی کرد کسی بخواهد وارد آنجا شود. کسی به جز تیت. وقتی تیت قایقش را به ساحل طالاب کشاند کیا گفت میخوای بشینیم تو آشپزخونه کنار بخاری؟ تیت که میدانست نباید از این دعوت انتظار زیادی داشته باشد گفت حتما او به محض آنکه قدم به ایوان گذاشت حدود 20 دقیقه به اظهار هیجان در مورد مجموعه پرها صدفها استخوانها و آشیانه های پرنده کیا و کشف آنها پرداخت وقتی بالاخره پشت میز نشستند کیا صندلیاش را به صندلی تیت نزدیک کرد طوری که بازوها و آرنجهایشان به هم خیلی نزدیک شده بود فقط میخواست احساس کند تیت نزدیک اوست وقتی تیت سرگرم کمک به پدرش بود روزها برای کیا خیلی کند میگذشت یک شب ربکا اثر دافن دوموریه را از قفسه کتاب های مادر برداشت و در مورد عشق خواند. این اولین رومانی بود که کیا می پس از مدتی کتاب را بست و به طرف کمد رفت. پیراهن تابستانی مادر را پوشید و در اتاق چرخید. دامنش را اطرافش تکان میداد و مقابل آینه چرخ میخورد. موهایش را تکان میداد و مجسم می کرد تیت از او درخواست کرده با او برقصد گویی خانم دیوینتر است ناگهان دلش را گرفت خم شد و شروع کرد به قاه قاه خندیدن سپس کاملا ساکت داد یک روز بعد از ظهر میبل صدایش کرد بیا اینجا دختر برات یه چیزایی آوردم. معمولا جامپین کارتون وسایل را برای کیا می آورد اما وقتی میبل پیدایش می چیز خاصی داخلش بود. جامپین گفت پس برو وسایل تو وردار. من با تو پر می کنم. برای همین کیا روی اسکله پرید. میبل در حالی که یک پیراهن گل بهی با دامن گلدار و شیفون را برمی داشت گفت اینجا رو ببین خانم کیا زیباترین لباسی بود که کیا در عمرش دیده بود از پیراهن تابستانی مادر هم زیباتر بود این پیرن مناسب پرنسسی مثل شماست آن را مقابل کیا نگه داشت کیا به آن دست کشید و لبخند زد. سپس میبل در حالی که پشتش را می کرد که جامپین نبیند با کمی تلاش خم شد و از داخل کارتون یک لباس زیر درآورد. سرتاپای کیا داغ شد. حالا خانم کیا خجالت نکش عزیزم. دیگه کم کم از اینا لازمت میشه. هر وقت چیزی لازم داشتی هر چی رو که نمیدونستی به میبل بگو. باشه؟ کیا لباس زیر را ته کارتون و شلوار جین و تیشرت ها کیسه لوبیا چشم بلبلی و شیشه کمپوت هلو را روی آن گذاشت. بله ممنونم میبل. یک هفته بعد در حالی که داشت پلیکانهایی را که روی آب دریا قوتور بودند و غذا میخوردند تماشا میکرد و قایقش روی موجها بالا و پایین میرفت ناگهان معدهاش منقبض شد او هرگز دوچار دریا زدگی نشده بود و این درد با دردهایی که قبلا تجربه کرده بود تفاوت داشت قایق را به ساحل پوینت بیچ هدایت کرد روی ماسه ها نشست و پاهایش را مانند یک بال به یک طرف خم کرد. درد شدیدتر شد. او چهره در هم کشید و ناله کوتاهی کرد. حتما بیرون روی گرفته بود. ناگهان صدای پتپت پت, پت موتور قایق را شنید و تیت را دید که سطح امواج کفالود را می شکافد. تیت به محض آنکه او را دید دور زد و به طرف ساحل آمد. کیا چند تا از ناسزاهای پدر را به کار بود. او همیشه دوست داشت تیت را ببیند اما نه وقتی که هر لحظه امکانش بود به خاطر اسحال به طرف جنگل های بلوت بدود. تیت پس از آنکه قایقش را کنار قایق کیا کشید خودش را کنار او روی ماسه ها انداخت. سلام کیا چی کار میکنی؟ داشتم میومدم پیش تو. سلام تیت خوشحالم میبینمت. سعی می کرد صدایش عادی به نظر برسد اما دل پیچه شدید بود. چی شده؟ فکر کنم مریض شدم. دلم واقعا زیاد درد میکنه. تیت به دریا نگاه کرد و انگوشت های را داخل ماسه ها فرو برد. آها. کیا همانطور که سرش پایین بود گفت شاید تو باید بری. شاید باید بمونم تا تو بهتر بشی. فکر میکنی بتونی خودتو برسونی خونه؟ شاید باید برم تو جنگل. ممکنه حالم به هم بخوره. تیت آهسته گفت شاید اما فکر نکنم فایده ای داشته باشه. یعنی چی؟ تو که نمیدونی مریضی من چیه؟ این دلدرد با دلدردهای دیگه فرقی نداره؟ چرا؟ تو تقریبا پونزده سالته درسته؟ آره این چه ربطی داره؟ تیت لحظه ساکت ماند. پاهایش را روی زمین کشید و انگشتهایش را بیشتر داخل ماسه فرو برد. در حالی که او را نگاه نمی کرد گفت میدونی شاید این همون چیزی باشه که برای دخترای سن تو اتفاق میافته. یادت یکی دو ماه پیش براد یه کتاب چه آورده بودم؟ توی اون کتاب های زیست شناسی بود. لحظه ای به اون نگاه کرد و دوباره رویش را برگرداند. کیا سرش را پایین انداخت. معلوم است. مادری نبود که این را به او بگوید. اما در جزوهی که تیت آورده بود بعضی توضیحات را داده بودند. حالا نوبت او رسیده بود و او اینجا در ساحل داشت به یک زن تبدیل می شد. شرم و وحشت وجودش را پر کرد. باید چه کار می کرد؟ دقیقا چه اتفاقی می افتاد؟ ساکت نشسته بود که درد شدیدی هجوم آورد. تیت که هنوز او را نگاه نمی کرد پرسید خودت میتونی بری خونه؟ فکر کنم بتونم. چیزی نیست کیا، این راحت میگذره. تو برو خونه، منم پشت سرت میام که مطمئن بشم رسیدی. زحمتت میشه؟ نه، نگران من نباش. حالا پاشو برو. تیت بلند شد و بدون آنکه به او نگاه کند به طرف قایقش راه افتاد. قایق را روشن کرد و ساکت کنار ساحل ایستاد تا کیا در امتداد ساحل به طرف خانهاش حرکت کرد اگر کیا پشت سرش را نگاه می کرد تیت آنقدر دور بود که مانند یک نقطه به نظر می رسید. تیت دنبالش رفت تا او به تالا به مقابل کلبهش رسید. کیا در ساحل ایستاد و کمی به او دست تکان داد. سرش پایین بود تا نگاهش به چشمهای او نیفتد. کیا مثل بیشتر چیزها زن شدن را هم خودش یاد گرفت. صبح روز بعد به محض آنکه سپیده زد با قایق به فروشگاه جامپین رفت. وقتی به اسکله نزدیک میشد به نظر می رسید آفتاب رنگ پریده میان مه قلیز معلق مانده است. با نگاهش دنبال میبل گشت. میدانست احتمال کمی وجود دارد و آنجا باشد. همانطور که انتظار میرفت فقط جامپین آمد که با او سلام و احوال پرسی کند. سلام خانم کیا. اینقدر زود بنزین تموم کردی؟ کیا که هنوز داخل قایق نشسته بود آهسته پاسخ داد. من باید میبل رو ببینم. خیلی متاسفم دختر. امروز میبل نیست. من میتونم بهت کمکی کنم؟ او در حالی که سرش را کاملا پایین انداخته بود گفت من حتما باید میبل رو ببینم. زود. باشه پس. جامپین سر تا سر خلیج کوچک و دریا را نگاه کرد و دید قایقی به آن سمت نمی آید. هر کسی هر زمان از روز و هر روزی حتی روز کریسمس نیاز به بنزین داشت می توانست روی حضور جامپین در اینجا حساب کند. او در پنجاه سال گذشته یک روز هم از کارش غیبت نکرده بود. به جز روزی که فرشته شان دیزی از دنیا رفت. او نمی توانست کارش را ترک کند. تو همینجا بمون خانم کیا من میدوام میرم اون طرفا یه بچه پیدا میکنم میبل و بیاره هر قایقی اومد بهش بگو همین الان برمیگردم میگم متشکرم جامپین از روی اسکل دوید و در حالی که کیا منتظر بود و هر چند ثانیه یک بار به خلیج نگاهی میانداخت و وحشت داشت قایق دیگری بیاید ناپدید شد. اما طولی نکشید که برگشت. به چند بچه کوچک گفته بود بروند میبل را بیاورند. کیا فقط باید یه ریزه سب میکرد. جامپین خودش را با باز کردن بسته های تنباکوی جویدنی چیدن آنها روی قفسه ها و به طور کلی کارهای روزانه سرگرم کرد. کیا داخل قایقش ماند سرانجام میبل ظاهر شد و با عجله روی چوب های شروع به راه رفتن کرد. زیر پایش الوارها طوری بالا و پایین میرفتند که گویی روی اسکله پیانویی در حال نواختن است. میبل که یک ساک کاغذی در دست داشت مانند همیشه با صدای بلند سلام و احوال پرسی نکرد. بلکه روی اسکله بالای سر کیا ایستاد آهسته گفت صبح خیر خانم کیا چی شده دختر؟ چه مشکلی هست عزیزم؟ کیا بیشتر سرش را پایین انداخت و زیر لب چیزی گفت که میبل نتوانست بشنود. نمیتونی از اون قایق بیای بیرون؟ من بیام پیش تو؟ کیا پاسخی نداد. برای همین میبل با وزن حدود 90 کیلو ابتدا یک پایش و سپس پای دیگرش را داخل قایق کوچک گذاشت که با کوبیدن خودش به پایه اسکله شکایتش را بیان کرد. روی صندلی وسط نشست و روبروی کیا که در پاشنه کشتی نشسته بود قرار گرفت. حالا دختر به هم بگو چی شده؟ هر دو سرشان را به هم تکیه دادند و کیا در گوشش پچ کرد. سپس میبل کیا را محکم در آغوش گرفت و او را تکان تکان داد. کیا ابتدا خودش را سفت نگه داشته بود. به اینکه خودش را در آغوش کسی رها کند عادت نداشت. اما این موجب نشد میبل دل سرد شود. تا اینکه بالاخره کیا خودش را خم کرد و به آرامش آغوش او سپرد. پس از مدتی میبل به عقب تکیه داد و ساک کاغذی قهوه را باز کرد. خب من حد زده بودم چی شده. برای همین برات یه چیزایی آوردم. سپس در حالی که کنار اسکله جامپین داخل قایق نشسته بود جزئیات را برای کیا توضیح داد. حالا خانم کیا اصلا هیچ چی نیست که بخوای ازش خجالت بکشی. مثل اینکه بعضیا میگن نفرین نیست. این شروع یه زندگیه و فقط زنا میتونن اینو تجربه کنن. حالا تو داری بزرگ میشی عزیزم. بعد از ظهر روز بعد وقتی کیا صدای قایق تیت را شنید پشت بوته های پرپشت تمشک پنهان شد و او را تماشا کرد. حالا تیت همه چیز را در مورد شخصی ترین و خصوصی ترین رویداد زندگی او میدانست. اگر کسی کیا را می شناخت این به نظرش خیلی عجیب می رسید. تیت قایق را به ساحل طالاب کشید و پیاده شد. یک جعبه سفید در دست داشت که با بند بسته شده بود. بلند گفت آهای کیا کجایی؟ از قنادی پارکر کیک گرفتم. سالها بود کیا تعم چیزی شبیه کیک را نچشیده بود. تیت چند کتاب از قایق آورد. برای همین کیا پشت سر او از پشت بوته ها سلانه سلانه بیرون آمد. آها اونجایی اینو ببین. در جعبه را باز کرد. داخل جعبه کیک های کوچک مربعی شکل مرتب چیده شده بود که اندازه هر کدامشان دو سانتی متر بیشتر نبود. رویشان کرم وانیلی داشتند و یک روز صورتی ریز روی هر کدامشان بود. بیا شروع کن بخور. کیا یکی برداشت و در حالی که هنوز تیت نگاه می کرد به آن گاز زد. سپس بقیه ی آن را داخل دهانش هل داد و انگشتهایش را لیسید. بیا. تیت جعبه را کنار درخت بلوطی که روی آن می نشستند گذاشت. هرچی می خوای بردار. بیا شروع کنیم یه کتاب جدید آوردم. فقط همین. آنها درس را شروع کردند و هرگز کلمه ای در مورد آن موضوع دیگر به زبان نیاوردند. پاییز داشت نزدیک میشد. شاید گلهای همیشه بهار متوجهش نشده بودند. اما چنارها متوجه آن شده بودند و هزاران برگ طلایی مقابل آسمان خاکستری تیره به نمایش گذاشته بودند. یک روز نزدیک غروب پس از درس تیت برخلاف همیشه که زود میرفت آنجا ماند. و آنها در جنگل روی کنده درختی نشستند. کیا چیزی را که ماها بود میخواست بداند پرسید. تیت من برای اینکه که به هم خوندن یاد میدی و اون چیزایی رو که برام میاری ممنونم. اما چرا این کار رو میکنی؟ دوستی چیزی نداری؟ نه خب گاهی وقتا دارم اما دوست دارم بیام اینجا توی سکوت باشم. این علاقه ای رو که تو به مرداب داری دوست دارم کیا؟ بیشتر مردم به هیچ چیز اینجا جز ماهیگیری علاقه ندارن. فکر میکنن اینجا باطلاقه و باید خشک و آباد بشه. مردم متوجه نیستن بیشتر موجودات دریایی از جمله همونایی که خودشون میخورن به مرداب نیاز دارن. تیت اشاره به این نکرد که چقدر از اینکه او تنهاست احساس تأسف می کند. و اینکه میداند بچه ها در تمام این سالها چطور با او رفتار کردند. چطور اهالی دهکده او را دختر مرداب نامیدند و در مورد او داستان ساختند. دزدکی اطراف کلبه او رفتن، دویدن در تاریکی و صدا کردن او یک رسم عادی شده بود و مقدمه ای برای آنکه پسرها مرد بشوند. این چه ربطی به مرد شدن داشت؟ بعضی از آنها با هم شرط میبستند که چه کسی اولین نفری خواهد بود که او را به دست میآورد اینها چیزهایی بود که تیت را خشمگین و نگران میکرد اما علت اصلی آنکه او در جنگل برای کیا پر گذاشته بود یا اینکه مرتب به دیدنش آمده بود این نبود چیز دیگری که تیت نگفت احساسش نسبت به او بود که به نظر می رسید میان عشقی شیرین به خواهری که از دست داده و عشقی پرشور به یک دختر گیر افتاده بود خودش هم نمی توانست از آن سر در بیاورد اما هرگز موجی چنین قوی وجودش را در بر نگرفت. احساساتی شدید که همان اندازه که خوشایند بود دردناک هم بود. کیا در حالی که داشت یک تکه علف را داخل یک لانه مورچه می کرد بالاخره پرسید مادرت کجاست؟ نسیمی میان درختان چرخید و شاخه ها را به آرامی تکان داد. تیت جوابی نداد. کیا گفت مجبور نیستی هر چیزی بگی. چیزی بگی کیا؟ مجبور نیستی چیزی بگی. مادر و خواهر کوچیکم تو تصادف اتومبیل تو آشویل کشته شدن. اسم خواهرم کریان بود. اوه خیلی متاسفم تیت. مطمئنم مادرت خیلی خوب و مهربون بوده. آره هر دوشون همینطور بودن. از بین زانوهایش زمین را نگاه می کرد. من قبلا با هیچ کس در مورد اونا صحبت نکرده بودم. با هیچ کس. کیا با خودش فکر کرد. منم همینطور. بعد با صدای بلند گفت. مادر من یه روز رفت و دیگه برنگشت. گوزن مادر همیشه بر میگرده. خب تو لاقل میتونی امیدوار باشی بر می گرده. مال من مطمئنا دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. یک دقیقه ساکت ماندند. سپس تیت ادامه داد. من فکر میکنم اما حرفش را قطع کرد و رویش را برگرداند. کیا نگاهش کرد اما او به زمین خیره شد. همانطور ساکت ماند. کیا گفت چی؟ چی فکر میکنی؟ تو میتونی همه چی رو به من بگی؟ تیت باز هم چیزی نگفت. کیا به خاطر صبری که از دانستن ناشی شده بود منتظر ماند. سرانجام تیت خیلی آهسته گفت فکر کنم رفته بودن آشویل هدیه تولد منو بخرن. یه دوچرخه به خصوصی میخواستم. باید اونو میداشتم. نمایشگاه وسترن از اونا نمی آورد. برای همین فکر کنم رفته بودن اون دوچرخه رو برای من بخرن. کیا گفت این که تقصیر تو نبوده. تیت گفت میدونم اما احساس میکنم تقصیر من بوده. حتی یادم نمیاد چه نوع دوچرخه ای بوده. کیا به طرف او خم شد. درست در همان لحظه باد وزیدن گرفت و هزاران هزار برگ زرد چنار را از شاخ جدا و در آسمان پراکنده کرد. برگ های پاییزی نمیافتند پرواز می کنند. آنها بدون هیچ عجله این طرف و آن طرف می روند. این تنها شانس آنها برای پرواز کردن است. برگها در حالی که نور خورشید را منعکس می کردند، می چرخیدند، معلق می ماندند و با جریان باد تکان می خوردند. تیت به سرعت از روی کنده بلند شد و به او گفت ببین چند تا برگو میتونی قبل از اینکه بیفتن زمین بگیری. کیا از جا پرید و هر دوشان میان پرده های برگ ریزان پریدند و دویدند. دستهایشان را باز کردند تا پیش از آن که برگ ها به زمین برسند آنها را بگیرند. تیت در حالی که میخندید شیرجه زد برگی را که فقط چند سانتی متر با زمین فاصله داشت گرفت لوله کرد و آن را مانند نشان افتخار بالا نگه داشت کیا دستهایش را در هوا پرتاب کرد و تمام برگهایی را که نجات داده بود به باد پس داد وقتی دوباره میان آنها میدوید مانند طلا روی موهایش نشستند. سپس در حالی که میچرخید به تیت که ساکت ایستاده بود برخورد کرد و هر دوشان در جای خود میخکوب و به چشمهای یکدیگر خیره شدند دست از خندیدن برداشتند برگها به آهستگی برف میباریدند و اطرافشان میرقصیدند آنها باز هم به یکدیگر نگاه کردند تیت به آرامی برگی را رو از روی موهای کیا برداشت و آن را به زمین انداخت. قلب کیا دیوان وار می زد. این با تمام عشقهای جست گریختهی که نسبت به خانواده کل شق خود احساس کرده بود تفاوت داشت. پرسید حالا من دوست تو هستم؟ تیت لبخند زد. دلت میخواد باشی؟ بله. اما تو خیلی کوچیکی. اما من پرها رو میشناسم. مطمئنم دخترهای دیگه پرها رو نمیشناسم خب باش. و کیا برای اولین بار در زندگیش احساس کرد قلبش از محبت لبریز شده است.